سلام به فرا خبر خوش آمدید در این برنامه خواهید دید از مخالفت با قوانین غیر شرعی تا تلاش برای تهیه قانون اساسی حکومت سرپرست برای ساختن قانون اساسی آستین بلند کرده آیا خطو نشانها تر می شود و دنبال انتقادها از خلای قانونی در کشور سخنگوی امارت اسلامی می گوید حکومت سرپرست با خلای قانونی روبرو نیست و حکومتداری بر بنیاد احکام شریعت پیش برده می شود زبیح الله مجاهد از تلاش ها برای تهیه قانون اساسی نیز خبر داده اما قانون اساسی چیست موجودیت قانون اساسی برای پیشبرد امور از چه جایگاه برخوردار است اینها و بیشتر در فراخبر مهمانان این فراخبر آقایان محمد ناصر شفیق استاد دانشگاه آقای صدیق منصور انصاری مؤسس جرگ سیاسی مردمی افغانستان اینجا در استودیو حضور یافتن بسیار خوش آمدید مهمانان گرامی با بحث آقای شفیق اگر بحث را با شما آغاز بکنیم اگر بگوین در ابتدا قانون اساسی چیست و چه چی مکلفیتهایی هایی را مشخص میکنه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب انصاری صاحب و همکاران تکنیکی شما و بینندگان تلویزیونی وازینی ټولنیو نیوز سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام قانون اساسی په عنوانه مادر قوانینو انوځي کای مليس کې در کل ساختار دولت او قوای سیګانه قدرت او وزارت او دیګه حقوقی کې په عنوانه ادارات د انجوړو دره بلای یو دیګر او مسؤلیت های این ادارات در برابر یک دیګر در چارچوب یک دولت کې نظام حاکم بالای راګیتیه بالای شهروندان چه حقوق دره او در برابر چه مکلفت دره و همچنان ملت یا شهروندان در برابر نظام به طور کلی و در برابر حکومت چه مسولیت‌ها او حقوق دره انمویره خطو خارش تعین میکنه بس بس در نمود قانوني اساسی پس به این معنوس که مسولیت‌های طزهطبعا زمانی که قانون اساسی وجود نداشته باشد گرچه عنوان شود که ما ع به شریعت حکم میکنیم شریعت درست است که در کل قرآنو سنته به فقه امیزش داده یا بوګونکی تکمیل قران او سنت په عنوان فرو څرنګه چې ارچه د قران او سنت بیان شوهه خو په تور ایجمال او کلی بیان شوهه اما فقہ په عنوان احکام فقہی کې مکمل یعنی یو نظامي یعنی قانوني هست ای نمتوانل کې با وخاصه هاي اثر او با ایجابات اثر وحتا با زبون روس یعنی <مترجم> تکالوم کدا بتانه چېرکه وثقه ملی یعنی قانون اساسی په عنوان یگانه رابطهس بین ملت او بین حکومت وایي کاري نشته چې دا قط بدعات یا نواس د دایره به تاسو ما سمګه په پښتو دا چر کی اولين قانون اساسي وړاندې کی, کی قانون دو یا بگویم چې قانون اساسي فرانسې د سال 1791 کی بگویم چې اعلانې حقوق مردموه ایالات متحده امریکا یا مردمو انګلې حتى قبل از کی منشور ماګناټا را موږ بگیریم هم بعد ازمو ملي وثیقه یا وشکی ملي کی بنامي نصاقي یعنی معاهده میساق اینمی با میان آمده بوده یعنی این از همه که پیشتا دست بسیار تشکر ممنون تانو شزاب تین آقای انصاری حکومتداری و پیش پیشبرد امور در حکومتداری در عدم موجودیت قانون اساسی ممکن است بسم الله الرحمن الرحیم با شما جناب استاد شفیق خمکاران عزیز و همه بیندگان معزز السلام علیکم و رحمت الله علیکم سلام مو شما اگر از خلقت حضرت ادم تا اندم بنګريم اصلي اساسي خلقت انسان په اساسي فلسفي خلافت صورت گرفته او خداوند عزوجل ملک او جنيات را خطاب کړ كي بسم الله الرحمن الرحيم اني جاعل في الارض خليفه منصب خلافت اراده خلقت حضرت آدم من حیث خلیفة الله یا نخستین خلیفه اله العالمین به زمین به خاطر مدیریت پیشبرد و رهبري امور زمین صورت گرفته از همان جا به اساس اصول و قواعد و ضوابطی که الهالعالمین به حضرت آدم علیه السلام حکم فرمود تا خلیفہ اخر الہ العالمین یا خلیفۃ اللہ کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بود و اونا در خطبه اخر در حجۃ الوداع فرمودن کی بسم الله الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا از همان آغاز خلقت انسان خلیفه اول حضرت آدم آخرین خلیفه الهی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم همه به اساس فرامین الهی چی صد صحیفه که به پیامبران در اوقات مختلف فرستاده شد از طرف اله العالمین و چه هم چار کتاب مدونی که از زبور و تورات و انجیل و آخرین کتاب که مکمل آن صد صحیفه و سه کتاب آسمانی بود قرآن عظیم شان دستور اساسی امامت امت و رهبری ملل جهان و نسل که تا قیامت زیست خان کرد در, در کره زمین با مدیریت و رهبری و تنظیم و ترتیبشان چیزی که به اساس خلافت الهی بود و بعد از محمد صلی الله علیه نخستین خلیفه رسول حضرت ابو بکر صدیق و یا شیخین حضرت عمر همه مسائل در اون جمع مدون شد و مسائل به شورا محول شد آخرین پیامبر معمور به شورا بود پیامبر اسبق از او معمور به شورا نبودن اینجا بود که خداوند عزوجل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و می

در امور زمامداری، در امور مدیریت به همین اساس بود که نخستین قانون اساسی به اساس شورا و مشورت مردمی که در یسرو بیا مدینه منوره زندگی کردند، نخستین قانون اساسی اونجا تدوین میشه در سی, سی و چند ماده و در این قانون اساسی نه تنها مسلمانا بلکه یهود باشندگان یسرب یا مدینه نصارا و مشرکین از او قانون پیروی میکنند و به اساس مراودات همکاری ها و حقوق بله. همه ای اینها تدوین میشه درست. ما فکر میکنیم میکنی یعنی که اگر ما... در اون زمان هم خوب قرآن کریم موجود بود در اون زمان <تصفح> احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود بود ولی با وجود از هم خلفای راشدین یاران پیامبر دست به ساختن قانون اساسی زد برای پیشبرد امور درست یک نیاز یک چیزی که باید وضاحت بتیم که قرآن عظیم شان هنوز تکمیل نشده بود نزول قرآن بلکه در حجت الهدا در مکم عظم تکمیل شد و یا مدینه منوره و احادیث هم مکمل تدوین نشده بود قرآن عظیم شان هم در وقت حضرت عثمان زن نورین تدوین شد من حیث یک کتاب مکمل ولی پارچه هایش بود مگر قانون اساسی بلکل یعنی ضرورت قرآن. ضرورت مبرمی یا قانون یا یک دستور اساسی مدیریت امور ضرورت مبرم جامعه بود بل. و بعد از او هم اگر ما شما ببینیم فقه های اسلام درست. که موافق معاملات هم میبینیم انصار زمان او،, او زمان با حالا با توجه به وضعیت روز ما 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 میبینیم شما ببینید از از خلقت حضرت آدم علیه السلام تا پیامبر اکرم صلی الله علیه تغییراتی که در زندگی بشر آمده بعد از بعثت حضرت خاتم النبیین زندگی انسانی و بشری به کمالات خاص خود رسیده بود و رسید و بعد از او هم می بینیم که این به سوی به می تکامل میرسه فلهذا به اساس پیشرفت های روز پیشرفت های تکنولوژی پیشرفت های حصر پیشرفت های علوم قوانین در مورد مدیریت و امور زندگی و رهبری نظام و مردم باید تغییرات لازمه به اساس امو اساس که میگیم جمعی و علم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال هم چیز اونجا روشن است ولی تفسیر و پیشرفت و اویش باید به شکل مدون در این جغرافی که ما زندگی کنیم به اساس مراودات اساسی تنظیم شوه و من حیث یک دستور اساسی منظم و مدون مکانیزم نظام رهبری نظام ایجاد مثلا تعیین رهبری نظام حقوق شهروندا یا یا و حقوق و مسئولیت های م... مسئولین دیپلماسی با ملل جهان ممنون. و سیاست های داخلی امنیتی و مکلفیت همه باید دو درج باشه تا به با اساس از, از اون مسئولیت ها و صلاحیت ها تعیین و تنظیم شود بسیار تشکر اجازه برمیگردم آقای شفیق سخنگوی مراد سلامی میگه در حال حاضر حکومتداری بر بنیاد احکام شریعت پیش برده میشه یعنی فکر این ممکن باشه همه ابعاد زندگی را در شرایط فعلی بر اساس محکم شریعت پیش برد اگر باشه خب چی نیاز برای تحیی قانون اساسی که میگه کار رویش جریان داره در این شکل نیست که ما به عنوان یک ملتی که مسلمان هستیم و متحد به شریعت اسلامی هستیم اما اصطلاحات و ماده هایی که در قانون اساسی گنجانیده میشه باید عام فهم و <applause> قابل هضم او درک حما شروندانی یی کشور بوده باشند ما اگر مثلا قواعد فقهی و احکام فقیرا مثلا بطور کلیات امروز وحتا بذبخ موارد به په ب... عنوان فروع هم داریم اما شریعت زمان روز بر روز یعنی وقته کی تغییر میکنه <applause> اصطلاحات نو و امول الف... الف... الفاظ نو به اجبار برده شوب مثلا ما امروزه قوانين ترافیک دریم ایا قوانين ترافیک در قران او در سنت وجود در یا قو... د د نظام فقه ما یا د احکام فقيه ما وجود در خو وجود نه در به مي خطر مثلا ما نظام اقتصادي را مثلا به انوالي چې ګوناه اقتصاد ما به دنبال کوليم چې ایا نظامي کپټالستي کې پره وختي ليبرال ديموکراسي یا نظامي سوسياليستي يا خطي سوم کې نظام مختلف اقتصاديست د دې رابطه ما يک يک خاکی مشی راجی به اقتصاد به طور کل نظام اقتصادی را دا داشته باشیم و با ما اگر نظام سیاسی را مثلا بحث می کنیم خب ما می که رسول الله صلی الله و هی و او در حقیقت شده به طور مصرحی خدا بود اما هیڅ نظام به وجود دي کی هرڅه ښه خدا مخلص بدانه او هرڅه خدا پایبن به حقم بدانه یا پایبن بشريت هم بدانه چونکو همايت مردوم را کې نه داشته بشه په با انواليک وثيقه ملي یک وفاق ربما نه بياره کې اره قراردادی اجتماعي د ځوابیقدر ممکن است مثلا ممکن است چې جامعه د یا په تا باورمن شوه په دې خاطر ما نیاز درهم چې په اصطلاحات روز په عبارت عام فهم په قانونګزاري په معنی تدويني قانون نه درویم یو قانونګزاري په دې معنی است چې ما چيزي نو را به ما رج وجود میاریم اصلا قانونګزر خداوند چې خدای فرموده ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون سيات د سوره مایده که یک مفهوم رای پاتر میکنه که یعنی حاکم گذار یعنی قانون گذار خداوند است اما <ميكي> یې خداون بر ما قران او سنت په عنوان دوو اصلي شریعت روان کړه او به می ترتیب کې یوه جهلی دیغه وهی خفیس فقہ مکمله جواز خو در نظر به شریعت زمان هر وخت فقہ تغییر میکنه شما وینئ شیخ طلاب اختلاف طلاب اختلاف چرا د مراحل مختلف یعنی همو مرحله تدوین فقہ به من آماده بود شما وینئ کی امام شافعی رحمت الله علیه نظریاته شته یک دوره کې د ضرورت د د د ژوندۍ ژوندۍ میکنه یک نووس د دیګا دیګا تغییر میکنه اې را چرې به خاطر <تغیر> شرایط <میکنیا> <تغیر> زمان او شرایط مکان <میکنیا> و پسمو يا مي استيحاداتي په قيمه هم نظر به شريت زمان او شريت مكان په اصطلاحتي عصر او په ايجابتي عصر بيدانه انول شوه او بيان شوه په دې خاطر ما نياز به يې قانون اساسي دريم کې اموسيه مرحلهي تصويري قانون اساسي تصويري قانون اساسي او توشيه قانون اساسي را پښته سر بگذره و بينوال يک واسيكه ملي براي مردوم امو حقوق او واجبات هر دو طرف شهروندان بينوال مليت رعيت او حکومت بينوال نظام بله. ضرب बराबर شو وهم شو لا مقدراتي كي قوی مکاننه او قوی اجرایی او قوی قضایا او همچنان وزرا یا شورا د مجموع کې شورا چه قسم پلمان برګزار میشه کوه تاقمی باشه دو تاقمی باشه رائے ملزمه اس یا ملزم نیس د اړتہ نظام اقتصادي مچ قسم باشه نظام داخلي راجب النظم و انضباط مثلا چه قسم باشه یا یا مصر کې سابق بودی یعنی جذب هر کس کې یک مکلفهتی ملی داشته همو باشه کې مثلا به اساس اجوره باشه ی همه خطو خال د قانون اساسی په عنواني وجا سرمایه بینوانی ساختاری حکومت عمومی کل دولت و قو های و همچنان حکومت یعنی ادارات به طور کل ایرا بیان میکنه و این نیاز به این داره که یک یک سبغه نو یک تعبیر نو به زبان عصر و به اجابت عصر بسیار تشکر شما بسیار تشکر شما انصاری زبیه الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگه که کار روی تهیه یک قانون اساسی جرایان داره اما اولویت ما حالا قانون اساسی نیست مسائل امنیتی است مسائل اقتصادی است ولی وقتش به اهمیت قانون اساسی همیشه وقتی دیده میشه که مسائل اقتصادی و امنیتی را نمیتونی بدون قوان... مادر قوانین که قانون اساسی است به شکل درستش حل کرد آیا اولویت باید قانون اساسی باشه یا این مسائل ضرور وقتی ما مادر قوانین یا ام القوانین خطاب میکنیم قان... که در عرف ما قانون اساسی گفته میشه ای یکی از دستورات اساسی نظام <applause> ايجاد نظام يعني تشكيل و تركيب و شكليات و تعيين و رهبري نظام از راس تا قواعد مختلف اوصاف رهبري اوصاف مسؤولين قوايس گانا إذا اگر اگر باشا در شريتم. شورا هست شورای اهل حل وقت تعیین تعیین اعضای شورای اهل حل وقت اوصافش چیست شرایط چیست آیا اونا باید گمنام باشن درست. و یا یانی... کدام قوانین ساخته شود اگر ولی... بدون از اینکه قانون اساسی موجود باشه یعنی قوانین دیگر قوانین فرعی ممکن است در عدم موجودیت قانون اساسی باشه نه, نه. اساس خب... مادر قوانین, قوانین که نباشه باشه. ببینین ما شما که مادر میگیم خب مادر چیزی است که مم. از او اولاد زاده میشه درست مرجع اصلی او است درست است وقتی که مادر قانون نباشه شما تعیین رهبری را از کجا میکنین اوصاف تعیین رهبری همه کل قوانینی که امیا میگن قانون اقتصاد، مسائل اقتصادی است مسائل امنیتی است مسائل دفاعی است تعیین رهبری و عزل رهبری است در, 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 وقت غیر حضور در وقت مریضی صعب العلاج در وقت وفات رهبری نظام چی باید شوه؟ درست شورای اهل حل و عقل اگر ما میگیم یا در, در نظام های دموکراتیک پارلمان و دو, دو مجلسین نظام میگیم او قوای قضایی مکلفیت ها و صلاحیت اصول اساسیشان و, و شرایط تعیینشان در عین حال روابط دیپلماتیک با ملل جهان با کشورای و دوال مسلمان در در با, با, غیر مسلم مس... این موضوعی را که میکنه مجاهد مثلا مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی اولویت داره اینها در عدم موجودیت یک قانون یا بر اساس یک قانون میتونه حل شوه یا واهی هم ما فکر میکنیم که اینا با با آقای مجاهد اگر کم مطالعه بکنه یا کم فکر بکنه کم پشت سر بره امارت اسلامی خیلی امروز تاسیس نشده <applause> از سال فکر می کنیم که 90 مسائل ایجادش بود و اینا اگر برگردن به فرمان 25 سفر مزفر 1419 امیر امیرین اول مرحوم ملا محمد عمر مجاهد که اونا در فرمان شماره شان گفتند که به خاطر، استحکام نظام شرعی در کشور همه قوانین و مقررات کشور به سرپرستی ستر محکمه از نظر علما گذرانیده شود ماده های غیر شرعی و غیر مذهبی از آن حذف گردد به مو اساس شورای تشکیل شد تحت سرپرستی آقای غالبا وزیر فیلی حج و اوقاف آقای وسیق که هشت ربیع الاول 1419 یا 11 14 سرطان 1377 بود که مطابق است با 2 جولای 1998 شورای تشکیل شد همه قوانین اساسی اسبق افغانستان مرور شد و به اساس از او یک یک وسیقی مدونی نشر شد و اساس از او قوانین دیگه که چی قوانین مسائل اقتصادی است چی مسائل امنیتی است چی مسائل دیپلماسی و روابط با بین الدول است چی مسائل مکلفیت های مسئولین و تعیین سرنوشتشان و تعیناتشان و چی هم حقوق اتباع کشور بوده همه مسائل او درج است و از او مادر قوانین باز لوای طرز ها و قوانین کوچکی زاده شده ما فکر می کنیم که اول اینا باید برگردن تا قانون اساسی نباشه تا وسیقی ام القوانین نباشه با ملل جهانی اینا مراودات خوبی نمیتونن داشته باشه با مساویدی قانون قانون اقتصادی اتصاف. هیچ کشور هم رایت نمیکنه نمی کنه ف قانون اساسی تا ندیده سا... تمام صلاحیت ها تعیین سرنوشت دیده باز هم شما به اساس قوانین اساسی خود ملل جهان میشه مراودات داشته باشه تشکر ممنون آقای شفیق برای تحقیق قانون اساسی که باید بر نقش داشته باشه آیا فکر میکنین تهیه قانون اساسی در خفا که کسی نمیدونه میگه تلاش ها جریان داره انتظاری میره که اون چې مردمن انتظار دراره منعکس شوه درو قانون ای که کسب میگه کې مسلمان قمن اساسیره سر شکار میکنیم قمن اساسیه یک تصنیف پیکودم کتابو ته لیپیکودم اثر نيست <تباه> که در خفا ولا لیکو تاک نوښته شوه بدون یعنی <تباه> تبادل نظر راجی به نظام و راجی به قوای سیګانا راجی به خطو خالی د مجموعه دولت او حکومت اني ایجاد جوړ میکنه که اقشار مختلفه جامعه نمایندګانشان را یعنی ازبین افراد نخبه ملت شخصیتای دانشمند او علماء کشور اینا ول برګودیشو کې تا تسويدي یک مسوده را بله په خط بکشه یې په ماروض دلته را بعد از کی مسووده تسوید شوه کی اله مرحله تسوید میګا بعضی به اقشار مختلفه جامعه یعنی په خپله کی نظریاتونه د دې لپاره جمع شوه چې کی هیڅ کسي نظرش یعنی په تور کل هر وخت پېښودلنی نشه امام مادی رحمته الله علیه وخت کی په پیشه قبر رسول الله ص استاد سود میګا کل واحد منا يقبل قوله ويرد الا صاحب هذا القول صاحب هذا القبر يعني هر کدام ما يعني به عنوان مجتهد یک امام یک مذهب و میکه قولی ما رد میشه قبول میشه اما یک صاحب می قبر که رسول الله صلی الله علیه وسلم اس کی چرا که ما ينتقوان الهوا ان هو الا وحی و وحی خفی بلزم می شود در اقاد احادیس به عنوان وحی خفیس با این خاطر ما نیاز داریم که اقشار مختلف جامعه راجی به نظامشان پورسیده شو کې انمي مرحله تصویب بعد په با مرحله تصویب از باب شوره یا شوره اسلامي وګويم یا یو پرلماني ولسي جرګه یا یو طاقي دوو طاقه وګويم خو مقصد عيان او جهه قوم باشه کې اون دې رابطه یعنی نه تنه یوه کټګوري کې صرف علما او دانشمند دان باشه کټګورهای مختلف از کتبکاران از استادان از حتی از کشر جوان از کشر اناس از همه مردم راجب ان حقوق او مکلفیت شند د باز صورت بگیره بعد از اینکه مثلا تصویب صورت گرفت بعد میشه که تصویب بشه در یک مجلس عمومی شو و به تتی به سه مراحل قانون میگذره پس قانون اساسی در یک کتاب نوشتن و یک کتاب تالیف کردن نیست که صرف در خفای مردم و در یک اتاق خاص توسط بعضی افرادی که مکلف شده باشید یعنی برایش تحریر در اومده باشه تشکر باش. ممنون تنها قائم اگر به حل نشه موضوع قانون اساسی به این معناست که ادامه وضعیت حالت سردرگمی در خود داره یا یعنی نه اون آقای مجاهد میگه بر اساس احکام را متاسفانه نه تنها مسئله سردرگمی نه تنها مسئله رکود در صفوف و مسائل مختلف نظام و حقوق اتباع کشور و سرنوشت رهبری و زمامداران امور و سرنوشت ملت تنها به رکود نی بلکه به طرف سقوط مواجه خواهد شدن و خاطر رفتن نه اقتصاد کشور از سقوط نجات داده خواهد شد نه امنیت کشور نه هم مسائل پیشرفت و ترقی کشور و ما متاسفانه به طرف انقلابای خونین و تبکار همه همیتو تو سردرگم خواد بودین به خاطر برآمدن از انقلابای خونین و تبکار هم نظام هم مسئولین و زمامداران و هم کشیدن ملت از این منجلاب ضرور است که ما ام القوانین مدون داشته باشیم تا ما من حیث ادبای کشور مسئولیت و صلاحیت و حقوق خود بدانیم و از امیر تا پایین اونا صلاحیت ها مسئولیت و حقوق خود دانسته باشیم تشکر آقای انصاری و آقای شفیق از حضور اردو مهمانی گرامی بعد خبر و از شما بیننده ها که بیننده برنامه بودین وقت بخیر